رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام. سلام، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. باعث افتخاره و تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم، بفرمایید. من تماس میگیرم، 35 سالم هست و در خصوص مسئله ازدواجم دارم باهاتون تماس میگیرم که یک مشورتی باهاتون داشته باشم. من 35 ساله هستم، کارشناسی ارشد توی فاینانس دارم. همسرم 37 سالشونه، کارشناسی ارشد مهندسی دارن. من فرزند اول خانواده هستم و دو تا برادر کوچیک از خودم دارم، 2 و 7 سال کوچیکتر از خودم، و همسرم فرزند دوم خانواده هستن و همشون پسرن. یه برادر بزرگتر از خودش داره به فاصله مثلا 2 سال، بعدم برادر کوچیکترم به فاصله 3 سال و 5 سال از خودش کوچیکتر. حدود 3 سال ما ازدواج کردیم. قبل از ازدواجم حدود 8 ماه آشنایی داشتیم، ولی خب آشنایی در حد دوتامون خیلی وارد فضای خانوادگی نشد و الان به مشکلاتی برخوردم. یعنی همونگی من یک سالی عقد بودم، هم توی یک سال عقدم، هم بعد از اینکه باز ازدواج شدم بعد از 5-6 ماه، واقعا دیدم که خب این انتخابی که کردم اصلا اون چیزی نبوده که فکر میکردم. حالا من اگه سوالی از من دارید بپرسید تا من برم سراغ حالا خصوصیت خوب و بعدش. ما چه انتظار و توقعی داشتید که اون گونه نشد؟ بلکه برخی از اوقات ما تصورات و تخیلاتمون درباره ازدواج خب واقع بینانه نیست و اصلا اون به اون گونه اتفاق نمیافته. حالا شما دو تا راه دارید، که بگید من انتظار 1 و 2 و 3 اینا رو داشتم که نشد، ببینیم واقعی بوده یا نه. دوم، الان مسئله و مشکلی که با همسرتون دارید چیه؟ اونو هر دو تا راه رو میتونید انتخاب کنید هر کدومشو میخواید. مهمترین مسئله اینه که من همیشه از وقتی که نوجوان بودم با برنامه های شما آشنا بودم و پیش مشاوره میرفتم و کتابای روانشناسی میخوندم. خیلی برام قضیه مهمه. وقتی باهاشون آشنا شدم گفتم برای من یاد گرفتن بیشتر، کار کردن روی خودمون، چون هیچ آدمی کاملی نیست. ما توی رابطه هم که بریم همینطور هستیم، نیاز داریم که یاد بگیریم روی خودمون کار بکنیم یا حالا هر چیزی کمک بگیریم در واقع. و من برام پیش مشاوره رفتن مهمه و حالا کتابایی که بخونیم که حالا شناخت بیشتری از هم داشته باشیم یا راهکاری به ما بدن. ایشون گفتن اوکی، من خیلی دوست دارم و با هم حتی پیش مشاوره رفتیم. بعد که ما با مشکل برخوردیم و وارد زندگی شدم، حالا سر مسائلی که ما با هم موازی نیستیم، متقاطعیم، یک جایی هست که باید یک تصمیم نیست که هر دو طرف به صدشون برسن، باید به 50-50 راضی بود. ایشون پیش مشاوره نمیان و بعد از ازدواج من گفتم خب حالا چرا حالا از مشاوره آخه بعد نه صبر کن. اولا مشاوره بی دلیل رفتن که ضرورتی نداشتی. مرا برخی از اوقات آدم ها ممکنه برن برای یه ارزیابی یا ما به هم میخوریم به در میخوریم، ولی مهمش اینه که واقعا به اون آدم اینقدر اعتماد و اطمینان از نظر دانایی و تواناییش داشته باشید که فکر کنید احتمالاً چراغای بیشتری رو براتون از آنچه خودتون میدونید روشن میکنه. بعدم برخی از اوقات خوب پرسشهای مطرح میشه یا تردیدایی هست، میشه رفت سراغ مشابه. حالا من نمیدونم اون ضرورت داشت یا نه، اون رو بگذاریم ازش. بریم الان مرحله دوم. شما اشکال و اختلافی دارید، خب ابتدا قرار خودتون کوشش کنید حلش کنید و برخی از اوقات شما یه جوری شما یه جوری صحبت میکنید از من خب اونو مطمئن میشم که گویی درباره یه ازدواج برابر و آزاد دنیای امروز حرف میزنید. خب آیا واقعا بقیه آنچه خانواده شما با خانواده او هستن، نوع روابطی که شما با هم دارید، دیگران انتظار و توقعی که از شما در ارتباطاتشون به ویژه خانواده و فامیل دارن، آیا یه همچین محیطی هست یا نه؟ چون شما یه جوری صحبت میکنید که ما دوتا برابریم، که درست هم هست، ولی اشکال کار این است که در یه جامعه مانند ایران نه ازدواج ها برابر شروع میشه، نه برابر ادامه پیدا میکنه، نه برابر خاتمه پیدا میکنه، ولی قوانین بر اساس این برابری استواره. خب بنابراین به من بگید مثلا موردی که با هم اختلاف پیدا کردید که به نظر شما باید رفت مشاور چیه؟ همسر مهمترین مشکلاتی که من باشون دادم، همسر من بسیار آدم حساسی هست
از جسمشون تا روحشون گرفته. یعنی شما کوچکترین انتقاد، کوچکترین حرف، کوچکترین گله ایشون، مثلا شما یک ضربه با شدت یک میزنید، ایشون این ضربه رو با شدت 50 دریافت میکنن. جسمشون هم همچنین، از پوستشون، از دستگاه گوارششون، از مدهشون، از همه چیشون، یه مقدارشون استراب و استرس رو دارن. خب ایشون این هستن. نه ببینید از آخه این که اختلاف نشون، این ماجرا این است که شما با یه آدمی روبرو شدید که سنش مثلا 37 نه 27، قدش اینقدر نه اونقدر، سوادش تو این زمینه تو اون زمینه است. اینها اعتراضاتی است که شما بعد از 8 ماه آشنایی نمیتونید بکنید. شما قرار بوده ببینید شما به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه، و ایشون آیا از یه ثبات و قراری، از یک سلامت نسبی روانی برخوردارن یا نه. خب الان روبرو شدید با یه آدمی حساس و شکننده به گونه‌ای که شما میگید، خب برید مشاوره چیکارش کنید با هم، چه فایده‌ای داره؟ مگر میخواید ببریدش دادگاه که حکم صادر بشه؟ نه ببینید عزیز، اولا دو تا نکته اینجا مطرحه. شما یه آدمی روبرو هستید به گفته شما بسیار حساس و شکننده، هر چیز کوچکی آزارش میده. از اولا این ویژگی روانیشون خوبه؟ نه. گرفتاری؟ بله. شدید باشه بیماری؟ بله. پس خودش باید بره خودشو درست کنه ای بخواد، ای نه که هیچ. یک. دو، شما دست از هر نوع اعتراض و انتقادی، حتی پرسشی که ممکنه موجب ناراحتی بشون برداری. چرا مطرحش میکنید؟ چرا شما انتظار دارید که او به گونه ای که شما فکر کنید درسته، که حق با شما میتونه باشه، پاسخگو باشه؟ سه، اگر ایشون علاوه بر شکرندگی یه آدم بسیار خودخواه، خودپسند و خودشیفته‌ایه، معلومه ایشون یه وجود بادکنکی داره که هر کسی که بهش اعتراضی بکنه سوزنیست که او رو منفجر میکنه. خب این هم باز ویژگی روانی ایشون. با رفتن پروی مشاور به عنوان زوج به جایی نمیرسید. شما یه جلسه میتونید برید گزارش بدید که خاطرتون آسوده باشه همه حرفا رو زده، اما ایشون بعداً باید بره رو مسئله و مشکلی که داره، حالا به هر صورتی که هست، کار بکنه. و اگر نمیره، خب نمیره. بله نمیره. من از زمانی که ازدواج کردم خودم دارم میرم. خب مثلا اینی که خب چون من میدونم توی جذب مردونه بزرگ شدن، ابراز احساساتشون اصلا قابل قبول نیست. کلن یک آدم گیرنده رنه های داشته تو همه چیز، هیچ دهندگی ندارن، نه فقط برآمد، برای هیچ کسی دیگه. خصوصت رو دارم، خصوصت مالی رو، به لحاظ رفتاری هم ایشون توجه رو میخوان، نوازش رو میخوان، هدیه خریدن رو میخوان، همه چیز شما باید به ایشون بدید، یعنی همه عالم باید به ایشون بدن. اینطوری نیستن. خیلی خب، بنابراین شما با یه اونگونه که توصیف میکنید با یه آدم خودشیفته، خودخواه، خودپسند رو بروید، همینی که دارید. حالا موقع چکار کنید؟ ببینید شما اگر سی دی شخصیت سالم و نرمال من رو بشه، شخصیت نرمال، بحث نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر یا شخصیت خودشیفته، من تو 2 ساعت با 43-44 تا علامت گفتم، شما میتونید اونو بشنوید. اگر ایشون چنینن که به حرفای شما اون رو داره نشون میده، این کار یه کار چند ساله یه فردی است که با قبول مسئله و مشکل به نوعی با خود و با روانشناسش درگیر میشه، کار میکنه تا بهبود پیدا. برای بس ها اصلا ایشون خیلی خوب ازم. شما چرا رفتید سراغ مردی که فرضش بر اینه که من همچی هستم، همینم که هستم، اشکالات هم همین است که هست، کاری هم برش نمیخوام بکنم؟ شمایی که به گفته خودتون آگاه و آشنا بودید، شما که در مسیر شناخت حرکت کردید، سرزنشتون نمی کنم، یعنی میخوام بگم این چیزیست که شما گرفتید، یعنی رفتید میوه خریدید که یه سمتش رو نگاه کرده خوب بوده، متوجه نشدی اون سمتش مثلا کهنه است یا گندید. بله، نگاه هم ساده انگارانه بوده و کاملا مسئولیتش رو 100% میپذیرم. خب حالا حالا بنابراین بحث برمیگرده به این که اگر ایشون قصد تغییر خودشون رو ندارن آنگونه که شما میگید، شما باید تصمیم بگیرید که میتونید این وضع رو ادامه بدید و میخواید یا نه. دقیقا مسئله همینه. ایشون
خصلت های خوبی هم دارن، مهمترین چیز میگه آدم آرومی هم، و من از روی آسیب هایی که خوردم توی خانوادگی. نه من نفهمیدم ایشون اگر حساس و شکننده و عصبانی چه یه دفعه آروم شده؟ گزارش آدم با ولوم صدای پایین یه آدم آروم، و من دقیقا تو همین تلاش دادم و گول این آرامش ظاهری و این کودک مطیع ظاهری که به قول روانشناس هم گفتم اون ساید کودک پرخاشگر ایشون رو ندیدی و فکر کردی همیشه همینطوره. خب در کل آدم آرومی، آدم محترمی، آدم متعهدیه، خانواده خوبی داره، زندگی خیلی ناآرام نیست، اما دلپذیر هم نیست، عشق نیست، ضوابط جنسی اصلا ناوه بالایی نمیگیره، نیاز عاطفی من برآورده. نه نفهمم صداتون خیلی خوب نیست عزیز، من شما رو بلندگو چیزی نیستید برای اینکه من صداتون خوب نده. نه خب داستان رابطه جنسیتون چطور؟ حالا درسته رابطه جنسیتون چجوره؟ بد. چرا بد؟ یعنی چجوری هست که بده؟ نیست؟ اولا که فردن، دوما من که میگم توی رابطه جنسی هم باز گیرندن، باز مثلا اگر متوجه. من متوجه هم نمیخواد توضیح بدید. خب شما با اینشون بودید، هشت ماه اینا رو تشخیص ندید، پس خب شاید هم انتظار زیادی نمیشه از شما داشت. الان ایشون همینه که هست و پیامی که داره به شما میده اینه که من قصد تغییری ندارم، هم از اینکه بپذیرن مشکلی دارن یا نه. حالا شما باید تصمیم بگیرید که چیکار می‌کنید. به جنبه مثبت و اینا نگاه نکنید چون فریبکاریه. درسته یه مجموعه رو میتونید نگاه کنید، ولی برخی از اوقات این موضوع با حق انتخاب و آزادی سازگاری نداره. آره، کسی هم که به لحاظ شغلی و مالی آدم بسیار موفقی هم و کاملا مستقل هم، به لحاظ ظاهری هم همینطور آدم جذابی هستم، قبول دارم من هم یک ایرادایی دارم یه مقدار. خب مثلا بحث شما نه بحث شما اصلا مطرح نیست. نه ببینید از یکی مرده سکته کرد، حالا شما در باره قلب خودتون برای چه میزن؟ ببینید همینجا گرفتاری ذهنی شماست که هر زمان که خواستید با موضوع روبرو بشید یک گریزی زدید به یه سمت دیگه برای که اهل توضیح و توجیهید. درست مثل این که در زمانی که دارید درباره مسائلتون هر و مشکلاتتون صحبت بگید یه دفعه میچسبید به این که متعهدند و محترمند. یعنی چه اهمیتی داره؟ منم میتونم محترم و متعهد باشم ولی عرقم بخور، آدم هم بکش. آیا اینا با هم هیچ وقت نمیخونن؟ نه میتونن باشن. بنابراین ببینید خیلی گزارش شما از نظر من خیلی گزارش دقیق و درستی نیست. نه اینکه من دروغ میگید، اصلا اون نیست. شما با برداشتای خاصی که دارید و اینکه مادر برادرتون بودید، اگر اشتباه نکنم گفتید 7 سال فاصله داشتید، درسته؟ با کوچکه؟ بله بله. خب اینا نشون دهنده یه نگاه مادرانه است به مرد، و بعد ایشون نگاه مادرانه شما رو مادام که مهربون باشید میپذیره، اون زمان که هم همه کاری یا هر کاری براش کنید میپذیره، همون زمان که بگید از تو چه انتظار و توقعی دارم نه، برای که اون موقع بلافاصله دیگه از مادری شما دور میشید. حالا سوالی که از شما دارم، اگر ایشون روی خط بودند من میگفتم که شما اگر آنچه رو که همکنون میدانید میدانستید با این خانم ازدواج میکردید یا نه، پاسخ ایشون چیه؟ بله بود احتمالا. اوکی. اگر میگفتم حالا دوتا ای به این خانم رو بگید به من چی میگفت؟ یکی اینکه سختگیره، آدمی یه مقدار سخت میگیره، یه مقداری هم آدمی که صبرش کمه. خب دیگه اگر چنین باشه که شما میگید یا ایشون میگن، خب شما هم مشکلی که دارید پاشیدن نمک به روی زخمه. درسته که خیلی کار بزرگ و مهمی نمی کنید،
ولی اون چون زخمیه نمک شما مسئله است. گفتم شما تا زمانی که از مادری و فرماندهی و کنترل و اینا و استراب و احتمالا زمینه وسواسی که دارید و باید و نبایدی بیرون نیاید، درگیری با هم خواهید داشت. بنابراین آنچه که باقی میمونه اینه که اولا این همسری است که شما دارید، قصد تغییر و تعویض خودش رو هم نداره، شما هم به گونه ای درست در جهت عکس او حرکت میکنید، یعنی یه نمک پاشی هستید به روی آدم زخمی. این گونه میشه نتیجه گرفت. اگر چنینه، خب ساده ترین کار به جای اینکه ایشون بره زخماشو خوب کنه که ای بسا نخواد و نتونه، شمایید که باید نمکتونتون رو زنگ بگذارید و بنابراین این شمایید که بیاید یه 6 ماه بدون اینکه بچه دار بشید 1 سال، نه اینکه تحمل کنید، دست از اعتراض و انتقاد و سرزنش و حتی کمی انتظارات تند، نه انتظارات واقعی، بردارید، ببینید به کجا میرسید، ولی بچه دار نشید تا بتونید یه تصمیمی واقعی بگیرید. من فکر کنم تلفنتونم قطع شد، ولی من فکر کنم حرف اون رو زدیم و دلیلی برای ادامه این گفتگو نیست، یعنی فرقی نمی کنه، اطلاعات تازه این شما من میدید، من حرفی